حکایت بعد، حاجی صدام اسکاندیناوی. دوست عزیز نادیده، امروز میخواستم یکی دیگر از حکایتهای این ایام مرز و بوم پرگوهر را برایتان بنویسم که نامه ای از خواهرم به دستم رسید. از آیایی که در این نامه نوشته شده به یکی از کشورهای اسکاندیناوی مربوط می شود که همشیره کوچک بنده چند سالی است از سر اجبار پناه برده است به آنجا. نسخه ای از نامه را برایتان می فرستم، شاید برای خوانندگانتان جالب باشد. دیرم که ظاهرا به خارج از حیطه حکومت الهی حضرات فرمان روایان جمهوری اسلامی مربوط می شود، اما با این سرزمین سوخته بلا کشیده و مردمان ستم دیدش چندان هم بی ربط نیست. در متن نامه خواهرم دست نبردم، فقط بعضی از مطالب خصوصی و مقداری از سلام و احوال پرسی های خانوادگی را حذف کردم. ارادتمند، زین العابدین حسینی. برادر عزیز و گرامی، خیلی وقت است که از همدیگر بیخبریم. چند ماه است نامه تان رسیده ولی تا امروز فرصت نکردم جواب آن را بنویسم. امیدوارم این دیرکرد را حمل بر بیادبی نکرده باشید. در این مدت بارها میخواستم تلفن بزنم، اما شما که غریبه نیستید، وضعیت دشوار مالی اجازه نمیدهد. هزینه تلفن گران است و با این چندرغازی که اینها بهش میگویند سوسیال بیدراگ، یعنی کمک هزینه اجتماعی، از این جور تفننها نمیشود کرد. هیچ وقت در عمرم اینقدر حساب یک شاهی سنار را نگه نداشته بود. به هر حال باور کنید دلم برای همه تان تنگ شده. گاهی بغض چنان گلویم را می فشارد که انگار غم عالم در دلم لانه کرده است. این همه درباره غربت و اندوه غریبی شنیده بودم، اما به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. از اوضاع زندگی و کاروبارمان پرسیده بودید. باید بگویم همگی خوبیم، زندگی آرامی داریم. در اینجا هیچ کدام از مشکلات آنجا وجود ندارد، اگرچه اینجا هم مثل هر جای دیگر دنیا مشکلات خاص خودش را دارد. آزادی هست، گیرم ما نمیتوانیم از آن استفاده کامل کنیم. مثلا آزادی بیان هست، اما ما زبان بلد نیستیم. آزادی قلم هست، اما ما نمیتوانیم بنویسیم و منتشر کنیم. آزادی اجتماعات هست، اما فعلا ما را راه نمی دهند. و یادتان است مرحوم والده اغلب این بیت را می خواند: بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. بله، به یک معنا اینجا بهشت است، به خصوص برای بچه ها. مردمانش حدوداً مهربانند، متمدنند، با فرهنگند. البته با این بحران اقتصادی که گریبانگیر غرب و از جمله اینجا شده و مهمترین آرزش بیکاری است، گروهی با خارجی ها ضدیت پیدا کردند. دست راستی ها و نژاد پرست ها و نئونازی ها هم دم در آوردند و این آتش را دامن میزنند تا شعله برتر شود. اما نگرانی زیادی نداریم. ما ملت باستانی قرنهاست به اینجور چیزها عادت کرده ایم. هرگاه به قول معروف داغ می کنم، یاد حزب‌اللهی های خودمان می افتم و رفتار و کردارشان با مردم. بلافاصله آرام می شوم. وانگهی مواظبیم، آسه می رویم و آسه می آییم تا گربه ای شاخمان نزند یا شبی نیمه شبی سگ هاری پاچه من را نگیرد.
بالاخره پس از 2 سال زبان خواندن تا حدی راه افتادم و تته پته کنان هر جور هست اموراتم را می گذرانم و گلیم خودم و بچه ها را می توانم از آب بیرون بکشم. می خواستم بروم دانشگاه درسم را ادامه بدهم. امکانش هست، اما دیدم توانش را ندارم. مغز و ذهنم یاری نمی کند. تازه باید وام تحصیلی بگیرم و زندگی من از این هم که هست گدایی تر خواهد شد. 2 ماهی است به یک دوره آموزش کامپیوتر می روم تا بعد اگر کاری پیدا شد مشغول شوم و از زیر بار سنگین منت کمک هزینه اجتماعی در بیایم. در کلاسمان 10-15 نفری زن و مرد هستیم، هر کدام از یک کشور اصطلاح قدیم جهان سومی گریخته، آمریکای لاتینی، هندی، پاکستانی، عرب و ترک، آفریقایی و ایرانی که من تنها ایرانی این کلاسم. دیروز وسط درس معلم زبان همکلاسی شیلیایی هم که زن میان سالی است و از شر پینوشه ملعون گریخته ناگهان قش کرد افتاد روی زمین. دهنش کف کرده بود و هذیان می گفت. می لرزید و سرش را می کوبید به این ور آن ور. معلم من تلفن کرد. سریع آمبولانس آمد. بردندش بیمارستان. خب اینجوریست دیگر. آدم حالش بد می شود. قصه هم شد. دیدم همه به نوعی بیمارند. اینجا البته دکتر و دارو و مراقبت های پزشکی هست. اما چه فایده؟ یک همکلاسی داریم لبنانی به نام نامی صدام. یکی از آن پدیده های خالق العاده خلقت است. 30 و چند سالی دارد. چاق است و گنده و بدعنق. یک تپه ریش سیاه صورت اخمویش را پوشانده و یک انگشتر عریق هم به انگشت کوچک دست راست دارد. مسلمان شیعه قلس اثناعشری است. از آن متعصب‌های دو آتشه. امسال از اینجا راه افتاده رفته مکه و با سر تراشیده برگشته و شده حاجی صدام. روز اول که یکی از معلم‌ها که زن میانسال دلسوز و مؤدب و مهربانی است صدایش زد صدام. بلند شد گفت اسم من حاجی صدامه و بعد شرح و توضیح مفصلی ارائه داد در مورد چگونگی حاجی شدن شخص شخیص خودش و آداب مراسم سیاسی عبادی حج و غیره و همگان را از فرط حیرت سر جا میخکوب کرد. عرب ها بهش میخندند. من که اصلا وحشت میکنم بروم طرفش یا حتی نگاهش کنم، از آن دریده های پاچه ورمالیده است. هفته پیش کلاس آشنایی با موسیقی داشتیم. معلم من مرد جوانی است مهربان و محجوب که پیانو میزند. کلاس درس در واقع معرفی موسیقی است و او بیشتر در مورد موسیقی کلاسیک و آهنگسازان مشهور و آثارشان حرف میزند و گاهی تکه هایی را هم با پیانو برای ما می نوازد. اول ساعت حاجی صدام از ته کلاس بلند شد، راه افتاد طرف در. معلم پرسید کجا؟ حاج آقا ایستاد، دستهاش را تکان داد و با صدای بلند گفت موسیقی در اسلام حرامه و هی تکرار می کرد حرام، حرام. معلم پرسید یعنی چه؟ حاجی صدام با حالتی تحقیرآمیز گفت شما غربی ها نمی فهمید. چه فایده براتون توضیح بدم؟ و سرش رو انداخت پایین، رفت بیرون و پشت سرش در را محکم بست. عرب ها هر هر خندیدند. معلم بیچاره هاج و واج بانده بود. همان خانم معلم دلسوز و مؤدب یک روز داشت راجع به اصطلاحات زبان خودشان حرف می زد. گفت ما
ما اصطلاحی داریم در مورد مردهایی که در خانه لم میدهند و دست به سیاه و سفید نمیزنند و یک ریز خرد فرمایش صادر میکنند و توقع دارند زن بیچاره خدمتگزارشان باشد و دائم مثل کنیز جلوشان تعظیم کند. به این جور مردها میگویند گریسمن، یعنی خوک مرد. خدا نصیب نکند. حاجی صدام از جا برخاست، یک آیه ای از قرآن مجید تلاوت کرد به لسان فصیح عربی، درست یادم نیست، مثل اینکه همان الرجال و قوامون علی النساء بود، یک اینجور چیزی، و با همان نصف زبانی که یاد گرفته قاطی پاتی با عربی شرح کشافی درباره برتری مرد بر زن و اینکه زن نصف مرد ارزش دارد چون ناقص العقل است و یک دندش هم کم است و از این جور درفشانی ها سرهم کرد و تحویل خانم معلم بیچاره و ما شاگردان بیچاره تر داد و آخر سر نتیجه گرفت که زن فقط آفریده شده تا توی خانه بنشیند و در خدمت مرد باشد و غذا بپزد و رفت و روب کند و رخت بشوید و بچه پس بیاندازد. و پیش خودم گفتم همین الان است که خون خانم معلم به جوش بیاید و یک تیپا بزند در فلان حاجی صدام و از کلاس پرتش کند بیرون. آخر اینجور حرف ها را ممکن است در ایران اسلامی یا شارجه یا عربستان سعودی و پاکستان و ممالکی مانند اینها بزنند و کسی هم نباشد یا باشد و جرأت نکند به امثال این حاج آقا صدام بگوید ابولی بالای دو چشم شهلایت ابرو؟ اما اینجا در این سرزمین که زنها پس از دهه ها مبارزه اجتماعی و سیاسی به حقوقی برابر مردها و گاهی در مواردی شاید بیشتر از آنها دست یافتند، از این گونه شکرها نمیشود خورد و واقعا در این ممالک مثل مساجد همکیشان صدام خان جای بعضی کارها نیست. اما خانم معلم ما لبخندی زد و هیچ نگفت. گمانم به این ترتیب خواست به ما یاد بدهد در اینجا هر کس حق دارد حرفش را بزند ولو حاج صدام مزخرفگو باشد. حاج آقا نیشخند پیروزی بر لب نگاهی انداخت به دور و برش و تمرگید سر جاش. یک روز دیگر سر یکی دیگر از کلاس ها فیلمی نمایش می دادند. حالا درست یادم نیست، گمانم در مورد ایتالیا بود و شهرها و بناهای تاریخی آن. تا بعد از دیدن فیلم شاگردان یکی یکی بیایند و هر کس در مورد شهری حرف بزند برای تمرین زبان و مکالمه و از این جور چیزها. هنوز دستگاه نمایش فیلم را روشن نکرده بودند که حاج آقای همکلاس ما از جا بلند شد و عینه جاهلها و چاقوکشهای چاله میدان از ته کلاس راه افتاد و رو به شاگردان و پشت به معلم در مورد حرام بودن فیلم و سینما و عکس و از این جور بی‌ناموسی‌ها نطق قرایی ایراد کرد و آخر سر به دو سه عرب و دو پاکستانی و من بخت برگشته ایرانی را مخاطب قرار داد که ای نامسلمان‌ها، مگر دین و ایمان ندارید؟ شما دیگر چرا به چنین خاری و خفت و فعل حرامی تن در می دهید؟ مگر از آتش جهنم نمی ترسید؟ عرب ها هر هر خندیدند، پاکستانی ها اخم کردند و من مادر مرده تنم بنا کرد به لرزیدم. حاج آقا در را به هم زد و رفت بیرون. جلسه بعد قرار بود شاگردها به نوبت بروند پای تخته راجع به فیلمی که نمایش داده شده بود صحبت کنند. هر کس رفت و چیزی گفت تا نوبت رسید به صدام علیه اللعنه. خانم معلم رو کرد به او: حاجی صدام،
از آن روز به بعد معلم ها از ترس او را بدون لقب حاجی صدا نمی زنند. تو هم بیا حرفی بزن. حاج آقا برخاست و پوزخند بر لب گفت: من که فیلم شما رو ندیدم. خانم معلم مؤدبانه گفت: اشکالی نداره، این تمرین زبانه. بالاخره تو راجع به ایتالیا قبلا چیزهایی شنیده یا خوانده ای، یا همانها رو بگو. حاجی صدام با لحن چال میدانی لبنانی فرمودند: من از کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا متنفرم. مرگ بر آمریکا. من دوست ندارم راجع به اروپا و آمریکا هیچ چیز بدونم. اگه دلتون بخواد میتونم در مورد آفریقا و کشورهای فقیر و ستم دیده اونجا و مردمان گرسنه و مظلومشون براتون تا صبح حرف بزنم. من فقط آفریقا رو دوست دارم. باز هم مرگ بر آمریکا. مشتش را هم گره میکرد و دستش را همراه با شعار تکان میداد. برادر عزیزم، الان ساعت را نگاه کردم، دیدم شب از نیمه گذشته. بچه ها مدت هاست خوابیدند. من توی آشپزخانه نشستم و دارم برای شما نامه می نویسم. فردا صبح زود باید بلند شوم. نمی دانم راجع به این حرف هایی که نوشتم و در واقع درد دل خواهرانه است چه فکری می کنید. شاید حرفم را باور نکنید. شاید بگویید باز این زینب خاتون نسبت به آدمی، به یک آدمی زاد و یک قضیه حساس شده و داره یک کلاغ میکنه. نمیدانم، شاید اگر من هم جای شما بودم باور نمیکردم. بله، باور کردنش دشوار است، اما به جان عزیزتان قسم که ذره ای اغراق نمیکنم. تازه همه چیز را نمی شود در نام بیان کرد. کاش اینجا بودید و یک روز شما را می بردم مدرسه من تا این جانور مؤمن را از نزدیک ملاحظه کنید. بله، این حاجی آقا آمده اینجا و پناهنده نمی دانم سیاسی یا اجتماعی شده، پول یا مفت می گیرد، به زیارت خانه خدا می رود و بر می گردد و برای من یکی شده مأمور عذاب و شکنجه و یادآور کسافتکاری ها و کسافت های آن خراب شده که با آن همه فلاکت از شرشان گریختم و پناه آوردم به اینجا. انگار سرنوشت خواهر بینوای شما این بوده و هست که همیشه از دست صدام نامی مرارت و مشقت بکشد. من که در طول 8 سال جنگ نکبتی خمینی و صدام حسین روانم پریشان شد و گوشت تنم آب، من که یکی از آن موشک‌های امام حسین یا ابوالفضل العباس صدام یزید در همسایگی من فرود آمد و تک شیشه های خورد شده یه در و پنجره هنوز هم توی تن و بدن و سر و صورت خودم و بچه هام باقی مانده، من که نفهمیدم جسد شوهرم را کی و چگونه از زیر آوار کشیدند بیرون و کی بردند خاکش کردند و خانه من را که با 1000 خون جگر و قرض و قول ساخته بودیم چه وقت با بلدوزر با خاک یکسان کردند، و تا آمدم بفهمم چه شده خودم را در غربت یافتم با 3 بچه قد و نیم قد که میباید تک و تنها به دندان میکشیدمشان. من که اینجا دور از عزیزانم که شماها باشید دارم دق میکنم. بله، من یک زن تنهای خسته و عصبی که به حدود قطب شمال گریختم تا یاد آن کثافت ها نیفتم و بچه های معصومم رنج و درد بی پدری را از خاطر ببرند و دور از شناعت و وقاحت حزب الله و حزب اللهی ها نفسی بکشند، در اینجا هم سرنوشت خاک بر سر مرا گرفتار شر یک صدام دیگر کرده که شیعه اسلام عشری است، حاج آقاست، لات است، لومپن است، وقیح و دریده و بی‌حیاست. و وقتی این طور به این زن مهربان
به این معلم زحمتکش و دلسوز توهین می کند، خون خونم را می خورد و نمی فهمم چرا اینها نمی زنند توی سر این حشره و بهش نمی گویند مردک برو گورت را گم کن. دیگر باید بروم بخوابم. می دانم که خوابم نمی برد. اگر هم خوابم ببرد، خوابهایم مثل همیشه پر از کابوس خواهد بود. کابوس فریادهای هیستریک حزب‌اللهی ها، کابوس آژیرهای قرمز و سفید و زرد، کابوس بمب و موشک و انفجار و آوار و خرد شیشه و خون و موج انفجار. فردا صبح میروم سر کلاس، جلوی روی همه شاگردها، جلوی خانم معلم مهربانی که این همه نجیب و پرتحوصله است، از جا بلند میشوم و با صدای رسا حاجی صدام را صدا میزنم. اوهوی صدام، تو چرا عمر عزیز و شریفت را اینجا داری هدر میدهی؟ من مملکتی سراغ دارم که اگر همین الان بلند شوی بروی آنجا، استقبال شایانی ازت به عمل می آورند، می گذارندت روی سرشان، حلوا حلوات می کنند، حاکمان و مقامات رسمی آنجا یک راست می برند، می نشانندت روی کرسی حداقل وزارت فرهنگ یا ریاست دانشگاه را می دهند بهت، یا اگر دوست داشتی وکیل مجلس اسلامی می شوی، وزیر امور خارجه، ریاست جمهور، از کجا معلوم؟ شاید هم زد و تو را کردند رهبر. چرا نشسته اینجا؟ حیف از شخصیت مهمی چون تو نیست که اینجا باشد در بلاد کفر و الحاد. نابرادر دینی من، بلند شو برو دارالمؤمنین، پاشو هم الان بپر برو سفارت جمهوری اسلامی ایران، مطمئن باش با کلی عزت و احترام میگذارندت روی تخم دوتا چشم هاشون، بلیت هواپیما هم برایت میگیرند. دارم فکر میکنم اگر این حاج آقا صدام ملعون پیشنهادم را پذیرفت و راهی ایران شد، شما چه خواهید کرد؟ البته نباید زیاد نگران باشم، شما در مملکت ما از اینجور موجودات کم ندارید. یک رأس هم اگر بهشان اضافه شود اتفاق چندانی نمی افتد. شما هم که داداش جان عادت کرده اید و ماشالله صبر ایوب دارید. خواهر غریب و بد اقبال شما، زینب حسینی.